به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. در قسمت قبل مقداری راجع به مدل های کیهانشناسی باستانی برای شما عزیزان صحبت کردم، مدل لاک‌پشت و مدل میخ رو بیان کردم. البته تمام فرضیات و نظریاتی که توی این مدل ها بود رو برای شما عزیزان بیان نکردم، اینها راجع به چیزهای دیگری هم که توی زندگی روزمره اتفاق میفته نظریاتی رو داشتن، مثلا راجع به زلزله، راجع به سیل، راجع به آتش فشان، راجع به خسوف و کسوف و سایر پدیده هایی که میدیدند هم اینها نظریاتی رو داشتن، حتی راجع به جهان پس از مرگ، راجع به اینکه ما وقتی میبینیم چه اتفاقی میافته، راجع به اینکه خدایان چه کسانی هستند، کجا هستند و چطور مثلا بارون میارن، چطور رعد و برق ایجاد میکنن و اینها مثلا منشأش چیست، اینا حرفهایی رو دارن. بسیار از این حرفها در روایات اسلامی هم بیان شده برای ما، یعنی اگر این مطالب در روایات اسلامی بیان نمیشد من خیلی به این مسائل نمیپرداختم، اما چون جزء دین اسلام شده در واقع این مطالب، بد نیست که به اینها هم اشاره بکنیم. اینکه مثلا آتش فشان چطور ایجاد میشه، اینها اعتقاد داشتن که دریایی است به نام بحر المسجور، دریای سوزان، دریای فروزان، که این توش به جای آب آتش هست و زیر زمین هست و بعضی وقتها سوراخی در سطح زمین ایجاد میشه و آتش این دریا به سطح زمین راه پیدا میکنه، که بد هم نیست به درکی که امروزه ما از آتش فشان داریم، خیلی نزدیک هست. و نظریه دیگه داشتن راجع به زلزله که میگفتن حالا این ماهی که ما روش داریم زندگی میکنیم، یا این لاک پشتی که ما داریم پشتش زندگی میکنیم، بعضی وقتها یه حرکتای انجام میده، این باعث میشه که ما بلرزیم، تکون بخوریم و این باعث زلزله میشه. یا در مدل که مثل مدل میخ، اینا اعتقاد دارن که بعضی وقتا یکی از این میخا میشکنه، در میره، یه اتفاقی براش میفته و زمین داره حرکت میشه. خب باز به درکی که ما امروز از زلزله داریم نزدیکه تقریبا. در مورد خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، اینها روایت ما داریم، در به خصوص در مورد خورشید گرفتگی داریم از امام سجاد که میگه خدا خورشید رو میاد میکنه کلاشو توی آب، میگه دریایی رو گفتم که در نظر بگیرین که کل جهان هستی رو به دو نیم تقسیم کرده. بعضی وقتا خورشید گستاخی انجام میده و جبرائیل میاد سر خورشید رو میکنه داخل آب و اون حالا شروع میکنه به عذرخواهی کردن تا مدتی و بالاخره خدا اینو میبخشه و جبرائیل خورشید رو از آب در میاره و خورشید به مسیر حرکتش ادامه میده. اون زمانی که بالاخره سر خورشید داخل آب هست، یک مقداری ما اون رو تیره و تار میبینیم. حالا این نظریه بودش که در دین اسلام برای خورشید گرفتگی بیان شده. در مورد اینکه ما میمیریم و بعد از مرگ زنده میمانیم، یا بعد از مرگ از بین میرویم، بعد از مرگ ما روحمون آیا به بدن حیوانات برمیگرده، به بدن دیگر انسانها برمیگرده، به ستاره ها پیونده، اینها مدل های مختلفی است که اینا بیان کردن و نه فقط در قرن های اولیه دین اسلام، بلکه تا همین قرن های اخیر، مثلا تا 400 سال پیش، و در کتاب های نه مردم عوام و نه در قهوه خانه ها، در کتاب های فلسفی طراز اول جهان اسلام، مثل کتاب های ابو علی سینا، مثل کتاب های ملا صدرا، ما این مباحث رو میبینیم که بعد از مرگ روح انسان ها به اجرام فلکی میپیوندد و حالا چه اتفاقاتی براش میفته. اینا مباحثی است که مطرح میشه. خب مدل بعدی که مدل قابل عنایتی است و در طول تاریخ ما مباحث فلسفی زیادی رو در ارتباط با این مدل کیهانشناسی داشتیم، مدل فلکی است. مدل فلکی تقریبا میشه گفتش که به صورت ناقص به عربستان راه پیدا کرده بوده، یعنی اونها یک چیزهایی از مدل فلکی به صورت ناقص میدانستن و همین که هفت آسمان ما داریم در متون دینی خودمون ناشی از اینه که اینها با مدل فلکی ارتباط داشتن، چون در مدل اسلامی ما نیازی به هفت آسمان نداریم. در جهانبینی اسلامی تمام اجرام آسمانی در آسمان اول قرار دارن، اهم از تمام ستاره ها و سیاره ها و خورشید و ماه و هر چیزی که شما در آسمان رؤیت میکنید همه در آسمان اول هستن. خب نیازی نیست اصلا به آسمان های دیگه، اما اینها به علت ارتباطات تجاری که با مردم سرزمین های دیگه داشتن با نظریات یونانی در مورد جهان هستی آشنا میشدن. در جهان غرب آن روز، در یونان، مدل فلکی رواج داشت که حالا بهش مدل بطلمیوسی هم گفته میشه، همونطور که پزشکی جالینوسی از طریق یونان وارد اسلام شد و امروز به عنوان طب اسلامی شناخته میشه، یا فلسفه ارسطویی وارد اسلام شد و امروز به عنوان فلسفه اسلامی شناخته میشه، همینطور نجوم یونانی هم تحت عنوان هیئت بطلمیوسی وارد اسلام شد و امروز به عنوان هیئت اسلامی شناخته میشه. تا همین الان در حوزه های علمی اسلامی هیئت بطلمیوسی تدریس میشه. شما درس های آقای حسن زاده آملی، درس های آقای
حشمت پور نه اساتید بزرگ فلسفه حوزه اسلامی هستند. همین الان داخل اینترنت موجود هست صدها جلسه راجع به هیئت بطلمیوسی، اینها درس دارن، توی اینترنت هم برگزاری کردن، علاقمندان میتونن برن مراجعه بکنن. اینکه هیئت بطلمیوسی در اصل چی بوده و چرا ایجاد شده، دلیلش دلیل قابل توجهی است و من به هوش کسانی که این مدل رو ارائه کردن درود میفرستم. اینها با در نظر گرفتن آسمان در زمان بسیار طولانی به این نتیجه رسیدن که تعداد بسیار زیادی از ستارگان در آسمان با همدیگه ارتباط منسجمی دارن، یعنی انگار یک شکل ثابت رو کنار همدیگه تشکیل میدن و تغییراتی نسبت به همدیگه ندارن. درسته که از ابتدای شب تا انتهای شب اینها کل عرض آسمان رو میپیمایند، ولی با هم هستن، یعنی جایگاهشون نسبت به همدیگه تغییراتی نداره. اما 5 تا ستاره، چون در نگاه با چشم عادی ستاره ها و سیاره ها از لحاظ ظاهری تفاوت زیادی با همدیگه ندارن، درسته البته باز تفاوت هایی دارن، یعنی ستاره ها نورشون چشمک میزنه، سیاره ها نورشون چشمک نمیزنه، ثابته. ولی خب حالا غیر از این تفاوت دیگه تفاوت ظاهری چندانی با همدیگه در شکل ظاهری ندارن در آسمان شب. اینها همه رو یک چیز تصور میکردن، همه رو یک سری نقاط نورانی در آسمان تصور میکردن. این 5 ستاره که با چشم دیده میشود و گویا که مسیر اینها مجزای از مسیر بقیه ستاره ها هست، اینها عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل بودن. حالا اسمای اینها در ادبیات های مختلف با هم دیگه متفاوت هست، اون چیزی که ما حالا باهاش آشنا هستیم برای شما بیان کردم. در بسیاری از اشعار قدیمی شما میبینید که به اینها شخصیت داده شده و مثلا میگن عطارد دبیر فلک، نمیدونم زهره وزیره، نمیدونم خورشید، نمیدونم سلطان، ماه نمیدونم فلانه. اینا حالا من خیلی هم وارد نیستم به اینکه اینها چه شخصیت هایی داشتن و چه داستان هایی رو برای اینها در افسانه های مختلف مردم بیان میکردن، ولی خب اگر کسی علاقمند باشه میتونه پیگیری بکنه و با این داستان ها هم آشنا بشه. بالاخره بخشی از ادبیات کشور ما هست این داستان ها، بد نیست آدم با این آشنا بشه. این 5 شیء نورانی در آسمان شب برای خودشون حرکت مجزا داشتن، این نسبت به دیگر ستاره هایی که در پهنه آسمان هستن اینها حرکت میکردن. به خاطر همین اینها به این 5 ستاره ای که حرکت میکردن گفتن سیاره، یعنی چیزهایی که سیر میکنن، حرکت میکنن، و براشون اسم قرار دادن. به تمام بقیه ستاره ها میگن ثوابت، یعنی چیزایی که ثابت هستن. البته ستاره های ثوابت هم اسم دارن، هم صورت های فلکی اسم دارن، مثل صورت های برج های فلکی 12 گانه که اینها ماهای شمسی رو از روش میتونستن بشناسن، و برخی از ستاره های معروف مثل ستاره دب اکبر اینا همه اسم داشتن در ادبیات عرب و در ادبیات قدیم ایران اینا اسمشون هست و اونها هم برای خودشون داستان هایی دارن. حالا اینا رو اگه بخواید افسانه ها رو بررسی بکنید میتونید داستان های این ستاره ها که اینا چی بودن و چرا الان رفتن تو آسمون، چرا کنار هم هستن، شکارچی با کی دعوا شده بوده، اینا خوشه پروین دخترای کدوم پادشاه بودن که رفتن آسمون، بعضی دب اکبر کدوم خرس بوده اونجا چیکار میکنه، اینا بالاخره یه سری افسانه هایی برای خودشون داشتن که شبا بیکار میشستن کنار آتیش و از خودشون این ستاره ها رو نگاه میکردن و داستان میگفتن. خب دانشمندان زمان گذشته، به خصوص دانشمندان یونان، میخواستن یه توجیه منطقی پیدا بکنن که چرا این ستاره ها و سیاره ها حرکت میکنن، چرا کل ثوابت دارن با هم حرکت میکنن، ولی این 5 تا سیاره دارن در یک مسیر جداگانه ای حرکت میکنن و چه چیزی اینها رو داره به حرکت در میاره. جدا از بحث فلسفی که حالا آقای ارسطو برهان حرکت رو برای اینها بیان کرد و در واقع میخواست یک نظریه فیزیکی بده که چرا داره اجرام آسمانی حرکت میکنه و اینکه اینا قائل بودن اینها موجودات باشعور و هوشمندی هستن، حالا دارن با عشق حرکت میکنن یا با ترس حرکت میکنن، یه خدایی هست که بعضیا از اون خدا میترسن دارن دستور اون رو اطاعت میکنن حرکت میکنن، بعضیا هستن که به عشق خدا دارن حرکت میکنن، و حالا دلایل دیگری که اینها برای خودشون تصور میکنن. بالاخره هر چیز مجهولی که بوده در طول تاریخ یک ردپایی از خدا ما اونجا داریم، به خدایی رو بالاخره تصور میکردن، همه این حرکت ها رو به اون نسبت میدادن. و جدا از مباحث فلسفی و فیزیکی که پشت سر این قضیه بود، اینها میخواستن یک مدل کیهان شناسی هم داشته باشن که این ستاره ها چرا نمیافتن روی زمین. مدلشون به این صورت بود که میگفتن ما کره های شیشه ای داریم و این 5 تا سیاره هر کدومشون به یکی از این کره ها چسبیدن و خورشید و ماه هم هر کدومشون به یک کره شیشه دیگه چسبیده، این میشه رو هم دیگه چند تا فلک، 7 تا فلک. یک چیز دیگری به نام فلک الافلاک برای خودشون در نظر میگرفتن که تمام ستاره ها روی اون چسبیده است. بعضی ها این فلک الافلاک رو به عنوان فلک هفتم در نظر میگرفتن، برای عطارد دیگه فلک قرار نمیدادن. بعضیا این رو به عنوان یک انگار یه
چیزی مثل کاور که روی فلک هفتم رو پوشانده باشه در نظر می گرفتن. یعنی یک چیزی که انگار فقط این نقاط نورانی روش هست و روی این توپ شیشه هفتم رو گرفته، اون شکلی در نظر می گرفتن. و اینکه اینا حرکت میکنن دیگه عقلشون به این نمی رسید که حرکت نسبی است و ممکنه ما داریم حرکت میکنیم. همه مدل های جانبینی قدیمی زمین رو ثابت فرض میکنن و احساس میکنن که کل این مجموعه ها دارن دور زمین میچرخن. به جای اینکه بگن زمین میچرخه، اینا براشون راحت ترین بود که خودشون رو ثابت فرض کنن و بگن کل آسمان داره میچرخه. میگفتن خب این توپ شیشه ای، این نقاط نورانی داخلش هستن و این داره میچرخه. حالا چرا شیشه ای بیان کردن؟ به خاطر اینکه اگه میخواستن این رو جسم تیره در نظر بگیرن، خب فلک های پشت سری دیده نمیشد. مثلا ما فلک ماه رو که داریم، پشتش بالاخره فلک مثلا مریخ باید دیده بشه و ناگزیر هستیم که بگیم فلک ماه کلا شیشه ای است. اما چرا شیشه و جامد؟ به خاطر اینکه اینا تصورشون این بودش که حتما باید یه جسم صلبی باشه مثل سقف تا این فرو نریزه. یک چیز گنبدی باید باشه که انگار روی زمین استوار باشه. ببینید اینها خیلی نظریاتشون غیر منسجم هست، یعنی خود متناقض هست حرفایی که میزنن. بسیاری از این افرادی که نظریه فلکی رو بهش اعتقاد داشتن، زمین رو هم تخت میدونستن، یعنی زمین رو کره در نظر نمیگرفتن، این فلک ها رو هم نیم کره در نظر میگرفتن مثل گنبد. خب حالا سوال ایجاد میشه که این نیم کره چجوری باید بچرخه؟ نیم کره که نمیتونه بچرخه، باید زمین رو کروی در نظر گیره و فلک ها رو هم به صورت کره کامل در نظر بگیره. اما هستن افرادی که به فلک اعتقاد دارن ولی همچنان زمین رو تخت در نظر میگیرن و اینها رو به صورت گنبد روی دریا در نظر میگیرن، مثل دین اسلام. دین اسلام به فلک از یک زمانی به بعد اعتقاد پیدا میکنه، یعنی ما روایت های فلکی داریم از یک تاریخی به بعد در مورد افلاک صحبت شده. هرچند در خود قرآن هم ما از هفت آسمان مطالبی داریم، ولی هفت آسمان توش ماه و خورشید و ستاره ها نیستن. هفت آسمانی که توی قرآن هست تقریبا هیچ کاربردی نداره، کسی نمیدونه واقعا غیر از آسمان اول که ماه و خورشید و ستاره ها بهش چسبیدن در شش آسمان بعدی چه اتفاقی داره میفته و چرا اصلا ما هفت آسمان داریم. هیچ خبری در قرآن از این مسئله نیست. در روایات مثلا روایت معراج اینها مطالبی هست که باز اونا رو خدمتتون شاید بعدن عرض بکنم. و باز میگم خیلی نقش این دنیایی به آسمان های دوم تا هفتم داده نشده در روایت های زمان پیغمبر، بیشتر ماورایی هستن آسمان ها. اما یک مقدار که در تاریخ جلوتر می رویم، آسمان ها نگهدارنده سیاره ها میشن، یعنی ارتباط با اقوام یونانی یا غربی رومی بیشتر میشه به علت فتوحات کشور اسلامی و ارتباطات، حالا چه از طریق برده ها، چون اینا میرفتن از اونا برده میگرفتن میآوردن، بسیاری از برده ها دانشمندان سرزمین های خودشون بودن، یا به خاطر ارتباطات تجاری که داشتن. بالاخره اینها با نظریات اونها آشناتر میشدن و معقولتر براشون جلوه میکرد که بالاخره این آسمان دوم تا هفتم یه نقشی داشته باشن، یکی ماه رو تو خودش نگه داره، یکی مریخ رو تو خودش نگه داره. و میبینیم که از یک تاریخ به بعد روایت ها از فلک دارن صحبت میکنن، ولی همچنان دید اینها نیم کره است راجع به فلک. اینکه واقعا بطلمیوس فلک ها رو به صورت کره کامل در نظر میگرفت یا به صورت نیم کره، برای من کاملا هنوز مشخص نیست و اصلا مطلب مهمی هم نیست که واقعا اون فرد به خصوص چی فکر میکرده. مهم اینه که هر دو مدل پرطرفداری بوده در زمانهای خودش و به مرور ما به زمین کروی میرسیم. در همون یونان باستان ما محاسبه شعاع کره زمین رو داریم، یعنی قطعا زمین رو کروی دانسته بودن که شعاعش رو اندازه‌گیری کرده بودن، اتفاقا با دقت خوبی هم اندازه‌گیری کردن. در ایران در قرن فکر کنم حدود 3 یا 4 هجری ما اندازه‌گیری شعاع کره زمین رو داریم. فکر کنم ابوریحان بیرونی بوده قرن 4 هجری که قطر کره زمین رو با دقت بالایی اتفاقا اندازه‌گیری می‌کنه و لازمش اینه که زمین رو کروی در نظر گرفته و زمین کروی هم افلاک کروی می‌خواد. به هر حال جدای از این که حالا افلاک کروی باشن یا نیم کره، این که اینها افلاک رو شیشه‌ای می‌دونستان و این که جامد می‌دونستان مشترک بوده بینشون. بعد مباحث بسیار پیچیده‌ای مطرح می‌شده بین دانشمندان اسلامی که حالا پیغمبر که به معراج رفته، آیا با بدن مادیش به معراج رفته یا روحش رفته معراج؟ روح رو اینها حالا چرا به روح معتقد بودن؟ اینا تو تناقضات زیست شناسی دین اسلام بیان می‌کنم خدمت شما عزیزان. خلاصش اینه که اینها چند نوع روح بهش اعتقاد داشتن. اولی سینا توی کتاباش به این مطلب تصریح می‌کنه. یک روح بخاری اینها بهش اعتقاد داشتن که مثل حاله انرژی داخل بدن انسان هست، مثل بخار، و میتونه از بدن در بیاد دوباره بره توی بدن و میتونه تو دیوار رد بشه. اینا میگفتن که آیا پیغمبر با اون روح بخاریش رفته معراج و از لای این شیشه ها رد شده رفته بالا، یا اینکه نه با بدن فیزیکیش رفته بالا. و سوال بسیار مهمی هم هست که آقای ملا صدر همین 400 سال پیش به این سوال پرداخته که واقعا اگه پیغمبر با بدن مادیش میره بالا، خب کلاش میخوره به این شیشه ها میشکنه سرش، یا شیشه ها میشکنه سر پیغمبر سالم میمونه، یا بالاخره سر پیغمبر میشکنه این شیشه است بالاخره سفته. این مسئله خیلی مهمیه و پاسخ به اونم پاسخ بسیار پیچیده ای هست. واقعا اگه پیغمبر قرار بوده معراج بده، همین مثل موشکی که ما میفرستیم آسمون بره بالا و وارد آسمان ها بشه، چطور از این جسم های شیشه گذشته که بعد بحث در به آسمان ها مطرح میشه که آسمان ها در دارن و این در
کشورها حالا یه سری نگهبان‌هایی دارن. بحث راه‌های آسمان مطرح میشه که حضرت علی میگه من به راه‌های آسمان بسیار آشناتر هستم تا راه‌های کره زمین. می‌دونید بحث راه‌شناسی بحث مهمی بوده در بیابان‌ها. افرادی بودن که شغلشون راه‌شناسی بوده و کسانی که می‌خواستن مسافرت برن از یک شهری به شهر دیگه مجبور بودن یکی از اینها رو استخدام بکنن و اون فرد بدون اینکه اینا گم بشن در بیابان‌ها از این شهر به شهر دیگه ببره. به اینا بلد می‌گفتن، بلد راه. و آیه علی بن ابی طالب ادعا می‌کنه که من بلد راه راه‌های آسمان هستم و می‌دونم شما برای رفتن از این سیاره به اون سیاره، از این جهان به اون جهان، بعد از چه طریقی رد بشید، از کدوم کرمچاله عبور بکنید تا مثلا به کهکشان آندرومدا وارد بشید. حالا این ادعایی هستش که ما هنوز نمی‌تونیم رد بکنیم، نمی‌تونیم تایید بکنیم. شاید واقعاً زمان گذشته علم و دانش بیشتر از الان بوده یا اینها بالاخره یک سری تجربیاتی داشتن، به جهان‌های دیگه سفر کرده بودن. ما فعلاً اینها رو به صورت داده خام داریم برای شما عزیزان مطرح می‌کنیم. مسئله دیگه که در دین اسلام به این کیهان‌شناسی افزوده شد، بحث عرش و کرسی خداوند بود. توی هیئت‌های یونانی و هیئت‌هایی که به صورت علمی بودن نه به صورت دینی، خب ما همین هفت آسمان رو داریم. در کشورهای غربی ما حتی روزهای هفته رو می‌بینیم که به نام این هفت آسمان نامگذاری کردن. اصلا چرا ما هفت روز داره هفتمون؟ به خاطر همین بوده. مثلا ساتردی روز مثلا زحل، مثلا ساندی روز خورشید، ماندی روز ماه و اینها این هفتا رو به ترتیب براشون یک روز قائل می‌شدن و براشون خیلی ارزش داشته. خلاصه این هفت جرمی که در آسمان حرکت می‌کردن و هفت فلک بسیار مقدس بوده برای اینها. و حالا دانشمندان اون زمان برای اینها معادلات حرکت رو هم به دست آورده بودن و انقدر اینها رصدهای دقیقی انجام داده بودن به صورتی که میتونستن حتی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو هم با دقت بالای پیش بینی بکنن. یعنی میدونستن که معادله خط حرکت اینها چه زمانی به هم دیگه میرسه، نزدیک میشه و بسیار پیچیده میشه. شما اگه بخواید زمین رو مرکز قرار بدین، مثلا حرکت مریخ که واقعا به دور زمین نیست، حرکت پیچیده میشه و اینها حرکت‌های بسیار سختی رو برای اینها درآورده بودن. ابزارهای نجومی بسیار پیچیده‌ای رو اختراع کرده بودن که به وسیله اونها بتونن زوایای مختلف اینها رو نسبت به هم دیگه بسنجن. حالا مهمترینش استرلاب بوده که دانشمندان ایرانی به نظر اختراع کرده بودن و استرلاب شناسی بحث بسیار مهمی است. شاخه‌ای از نجوم قدیم بحث طراحی و ساخت استرلاب‌ها بوده و به وسیله استرلاب‌ها میتونستن تاریخ رو اصلاح بکنن، تاریخ رو بیان بکنن، سال‌های کبیسه رو اندازه‌گیری بکنن و زاویه حرکت سیاره‌ها و ستارگان رو نسبت به هم دیگه بسنجن. در کل خیلی در زمان خودش شیء پیچیده و مدرنی به حساب می‌آمده یک استرلاب. از این بس که بگذریم، از این مدل که ما بگذریم و عبور بکنیم، این مدل بسیار مدل مهمی است در فلسفه اسلامی. تا همین امروز در کتاب‌های فلسفه اسلامی بحث فلک هست. یعنی همین استاد فعلی فلسفه اسلامی ما همچنان معتقد بود به بحث فلک. گفتم شما برید بحث‌های آقای حشمت‌پور رو مطالعه بکنید، بحث‌های آقای حسن‌زاده آملی رو مطالعه بکنید، همچنان جناب آقای حسن‌زاده نظرشون این بود که فلک وجود داره و هنوز مدل کیهان‌شناسی بعدی رو که حالا مثلا مدل هیئت کوپرنیکی باشه اینها قبول نداشتن. گزاره‌های بسیار زیادی هست در فلسفه اسلامی که اگه فلک رو ما از فلسفه جدا بکنیم این گزاره‌ها بی‌معنا میشن. بسیاری از بحث‌های معاد، معاد جسمانی، بسیاری از بحث‌های مربوط به جهان آخرت، اینها وابسته به بحث فلک هستن. حالا من نمی‌دونم واقعا ربط اینها به فلک چیست، ولی توی فلسفه ما وارد شدن. یعنی اگه ما بگیم اینها غلطن، بسیاری از گزاره‌های فلسفی بی‌ارزش می‌شوند و شاید به خاطر همین هم است که فلاسفه اسلامی بسیار دارن سعی می‌کنن که بگن نه، بحث هیئت بطلمیوسی هیئت غلطی نیست و صحیح هست. مدل بعدی که ما می‌خوایم برای شما بحثشو اینجا انجام بدیم، مدل جهان‌بینی خورشید مرکزی است. توی این مدل که حالا به کوپرنیک نسبت داده میشه و البته در ایران باستان ظاهرا این مدل صاحب نظرانی رو داشته و در آثار ابو ریحان بیرونی هم ظاهرا به این مطلب اشاره شده. حالا ما چون خیلی به میراث تمدنی خودمون بها نمیدیم و غرب بیشتر از ما به این مسئله بها دادن، ما بیشتر با صاحب نظران غربی آشنا هستیم، ولی گمان میکنم که ایرانیان قبل از اسلام این نظریه رو داشتن و در ایرانیان بعد از اسلام هم افرادی مثل ابو ریحان بیرونی قبل‌تر از کوپرنیک و گالیله و این افراد به اینکه خورشید مرکز هست و سایر اجرام به دور خورشید میچرخند رسیده بودند. اما حالا جدای از اینکه چه کسی این نظریه را بیان کرده، محتوای اون برای ما واضح و روشن هست. علت اینکه به این نظریه مردم گرایش پیدا کردند دو تا چیز بود. یکی اینکه معادله حرکت اجرام آسمانی معادله ساده‌تر و راحت‌تری میشد. یعنی اگه ما زمین رو بخوایم مرکز قرار بدیم، حرکت مریخ حرکت بسیار پیچیده‌ای هست. اما اگه خورشید رو مرکز قرار بدیم، حرکت
حرکت همه اجرام حرکت دایروی یا حداکثر حرکت بیضوی خواهد شد و خب این سادگی خودش میتونه یک دلیل برتری این نظریه بر نظریه رقیب باشه. جدای از سادگی، بحث نیروها و فیزیک حرکت بحث مهمیه. توی مدل خورشید مرکزی ما میتونیم با نیروی جاذبه و معادلات حرکت نیوتنی توجیهی برای حرکت سیاره ها داشته باشیم، اما در مدل فلکی ما باید به خدا و عشق و ترس و جبرائیل و میکائیل متمسک بشیم تا بیان اینا رو به حرکت در بیارن. یعنی یک برتری از این لحاظ بر اون مدل داره، باز مدل خورشید مرکزی، و در نهایت مشاهدات نجومی اون مدل رو بر این مدل برتری میده. از جمله مشاهدات نجومی مشاهدات قمرهای مشتری بود که این در زمان گالیله وقتی ایشون تلسکوپی رو برای خودش ساخت تونست قمرهای مشتری رو رصد بکنه و مشاهده کرد که قمرهای مشتری دارن دور مشتری میچرخند. البته مشاهدات گالیله اثبات منطقی برای این نمیشدش که زمین حتما داره به دور خورشید میچرخه، چون حرکت نسبیه، بالاخره ممکنه که واقعیت این نباشه، هرچند که این نوع نظریه ساده تری هست، ولی لازم نیستش که همیشه اون چیزی که ساده تر هست در حال حاضر اتفاق بیفته. گالیله هرگز نتونست به صورت منطقی اثبات بکنه که زمین در حال حرکت هست، فقط گفتش که با توجه به اینکه قمرهای مشتری دارن دور مشتری میچرخند، احتمال اینکه ماه دور زمین بچرخه و زمین دور خورشید بچرخه، همونطوری که قمرهای مشتری دور مشتری میچرخند و مشتری حالا داره مثلا دور ما یا دور خورشید میچرخه، این خیلی زیادتر هست. یعنی این مشابهت این فکر رو درش انداخت که ما هم مثل مشتری داریم دور یه چیز دیگه میچرخیم و ماه دور ما میچرخه مثلا. خب این یک حدس بود و اثبات منطقی نبود و به خاطر همین هم دادگاهی که گالیله رو محکوم به توبه کرد برگ برنده در اختیارش داشت. یعنی اون ادعا میکرد که تو نمیتونی حرفت اثبات کنی، ولی کتاب مقدس داره حرف مخالف تو رو میزنه، پس شما باید توبه بکنی. شاید اگه دلیل منطقی برای اثبات حرکت زمین داشت، دادگاه نمیتونست اینقدر ایشون رو تحت فشار بگذاره. اما به هر حال امروزه با آزمایش هایی سعی کردن اثبات بکنن که زمین در حال حرکت هست. یکی از اون آزمایش ها، و فکر کنم تنها آزمایشی که این مطلب رو اثبات میکنه، آزمایش ابیراهی ستاره ای است که به نوعی اثبات میکنه که زمین در فضای بین ستاره ای در حال حرکت هست. از اون طرف زمین تختگراهای مدرن که میخوان اثبات بکنن زمین در حال حرکت نیست و ثابته و مرکز جهان هستی است، از آزمایش مورلی مایکلسون استفاده میکنن که حالا یه آزمایشی است برای اینکه نسبیت و ثابت بودن سرعت نور در جهات مختلف رو بیان میکنه. از این آزمایش استفاده میکنن که ثابت بکنن که زمین در حال حرکت نیست. به نوعی میشه گفتش این دو تا آزمایش در مقابل هم قرار دارن و یکی ثابت میکنه که زمین در حال حرکت هست، دیگری میخواد ثابت بکنه که زمین در حال حرکت نیست. حالا ما تو بحث زمین تختگراهای مدرن و ادله اونها به این مساله میپردازیم که بالاخره هر کدوم از این آزمایش ها چی رو داره میگه و کدومی که از این آزمایش ها ادلهش قوی تر هست و دلیل منطقی تری به حساب میاد. بسیار خب، این مدل رو ما چون خیلی باهاش آشنا هستیم خیلی سریع من ازش عبور میکنم و مدل آخری که ما الان امروزه بهش باور داریم مدل کهکشانی یا کیهانی است که خورشید رو هم مرکز جهان هستی نمیدونه و خورشید رو یک جرمی میدونه که به دور مرکز کهکشان در حال حرکت هست و خود کهکشان هم یک مجموعه جرمی است که با سرعتی در جهان هستی در مدار مشخصی در حال حرکت هست و دید بسیار کاملتر و جامع‌تری از جهان هستی رو این مدل به ما ارائه میکنه. مدل دیگری که قصد داریم اینجا با هم دیگه بحث و بررسی بکنیم مدل زمین تخت گرایی مدرن است. زمین تخت گرایی مدرن چگونه ایجاد شد و برای چی ایجاد شد؟ امروزه در قرن 21 با وجود رشد بی حد و حصر علم و دانش چرا هنوز یه عده برمیگردن میگن که زمین تخته و تمام این مطالبی که امروز ما کشف کردیم همه دروغه؟ ظاهرا اینها بحث تعارض دین هست. یعنی همین حرفایی که به مرور در علم اثبات شد و اشتباهاتی که در دین ها بود به تعارض کشون ذهن مردم رو، این باعث شدش که دانشمندان مذهبی دنبال افرادی برن که سعی کنن نظریات دین رو برای اونها موجه جلوه بدن و امروزه موفق شدن. افرادی که این کار رو انجام دادن، هزینه های گزافی که برای این کار انجام دادن، نظریه زمین تخت رو به عنوان یک نظریه موجه و قابل دفاع و حداقل به عنوان نظریه که یک شبانه روز وقت شما رو درگیر بکنه و فکر شما رو به کار بندازه تبدیل کردن. یعنی اینجوری نیستش که به عنوان یه فرضیه جاهلانه خرافاتی ما از کنارش عبور کنیم که زمین تختی از روی آپشن آور رو پشت لاک پشت و اینا، نه، سعی کردن تمام پدیده های فیزیکی رو با نظریه زمین تخت توجیه بکنن، سعی کردن برای خودشون ادله دست و پا بکنن، آزمایش هایی رو ترتیب بدن، آزمایش های راست، آزمایش های دروغ، و اینها رو در فضای مجازی منتشر بکنن، رسانه های زیادی به این مسائل پرداختن و تمام اینها باعث شده که امروزه نظریه زمین تخت حداقل خودش رو به عنوان یک فرضیه در جامعه علمی در بین ذهن مردم عوام جای خودش رو باز بکنه. بسیاری از افراد هستن، شما میتونید به پیج های اینا مراجعه بکنید، حداقل صدها هزار نفر فالوور دارن،
بالاخره 100,000 نفر، شاید 50,000 نفرشون واقعا به این نظریه باور هم داشته باشن. خلاصه قسمتی از جامعه امروز به نظریه زمین تخت مدرن باورمند هست و این ناشی از هزینه گزافی است که چه دانشمندان مسیحی و چه دانشمندان اسلامی دارن در این مسئله مصرف میکنن و سعیشون بر این هستش که اثبات بکنن که زمین ما تخت هست و تمام ادله رقیب رو میخوان رد بکنن. و جالبه پرداختن به این مباحث، احساس میکنم که مباحث جالبی است، چون اینها به نوعی دارن در اون سه گزاره‌ای که ما بیان کردیم دارن اثبات میکنن که علم غلط هست. یعنی اینها تعارض رو نتونستن انکار بکنن بین علم و دین، گفتن تعارض برقرار هست. از بین اینکه دین غلط هست یا علم غلط هست، اینها گزاره دوم رو که علم غلط هست رو انتخاب کردن و تمام تلاششون رو دارن میکنن که اثبات بکنن که علم غلط هست و دین درست است. پس اگر ما بتونیم حرفهای اینها رو که میگن علم غلط هست رد بکنیم، خود اینها هم باید به این مبحث ایمان بیارن که پس دین غلط هست و علم صحیح هست. البته کسانی که مقرض باشن، یعنی نفعشون در دین باشه، از دین درآمد به دست بیارن، هیچ وقت به این مبحث اعتراف نمیکنن. ولی کسانی که واقعا صادق باشن، دنبال حقیقت باشن، واقعا اگر ادله منطقی براشون بیان بشه، اینها دست از خرافات و جهالتی که دارن برمی‌دارن. من قصد ندارم تا قبل از اینکه ادله رو بیان بکنم قضاوتی در این مسئله داشته باشم. یک مدلی هم هست، این رو هم بد نیست حالا که من تمام مدل‌های جهان بینی رو بیان کردم، این رو هم بیان بکنم. مدلی هست به نام مدل جهان مجازی. باز عرض کردم در فلسفه مدرن، فلسفه جهان مجازی بسیار فلسفه رایج و غالبی شده و شما در اکثر گفتگوهایی که در فضای مجازی مطرح میشه، رد پایی از این نظریه رو مشاهده می‌کنید. فلسفه جهان مجازی هم برای خودش حرفای زیبا و قابل تأملی داره در مورد اینکه جهان هستی چگونه هست و ما هم بهش می‌پردازیم، به خصوص اینکه گزاره‌هایی در دین اسلام هستش که به این نظریه اشاره می‌کنه و بد نیست که ما حالا که داریم دین اسلام و نظریات کیهان‌شناسی دین اسلام رو بررسی می‌کنیم، به این نظریه هم بپردازیم و اون رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم حرف اینها چیست و چه مدلی از جهان هستی ارائه میدن و ارتباطش با علم امروز چیست، ارتباطش با دین اسلام چیست و به نتیجه‌گیری و جنبندی خوبی در این زمینه برسیم. پس به طور خلاصه ما چند نظریه کیهان‌شناسی مهم رو در طول تاریخ قراره با هم دیگه بررسی بکنیم: نظریه لاک‌پشت، نظریه میخ، نظریه هفت فلکی بطلمیوسی، نظریه نه فلکی بطلمیوسی، بحث خورشید مرکزی، مدل کهکشانی، نظریه زمین تخت‌گرایی مدرن و نظریه جهان مجازی، حالا به اصطلاح مشهور از به دنیای ماتریکسی. امیدوارم که هر جا که هستین همواره به دنبال حق و حقیقت باشید و شاد و سربلند و پیروز باشید. بدرود.